سلام، شبتان بخیر. با 30 دقیقه خبر از یک خوش آمدید. امروز چهارشنبه 11 جدی برابر می شود با اول جنوری سال 2014 میلادی. سرخط خبرها. بازی های انتخاباتی یا تجزیه افغانستان. جنرال دوستم می گوید اگر از دکتر عبدالله حمایت می کرد افغانستان تجزیه می شد. افغانستان از تجزیه، افغانستان از سمت بودن، قومی بودن. خبر خوش 2014 به امریکا، زندانیان خطرناک از بگرام رها می شوند. ما فکر کردیم که ایر ما چطور تثبیت بکنم که آیا در آینده ای آدمی هستن بسیار صالح برای جامعه افغانستان یا خطر. این برای ما مشکل. دو تقویم یک پیامد. وزیر داخله می گوید 2014 هم مانند 1919 برای استقلال کشور با اهمیت است. مونگ او تاسی طول الحمدلله هم پا دی ایمان لرو چی پا جنگ ناوری او همو دا عظم دی چی جنگ تین پریدو. قرارداد ساخت جاده دوراهی قندهار. ساخت این جاده 40 میلیون دلار هزینه برمی دارد. و استقبال از سال جدید میلادی همزمان با تغییر سیاست های برخی از کشورهای جهان. ما برای قربانیان حمله های را صفکنانه تعظیم می کنیم. مطمئنم که با جدیت و با پشتکار می توانیم را صفکنی را نابود کنیم. مشروع خبرها. اشرف غنی احمدزی نامزدان ریاست جمهوری را در یک مناظره درباره مسائل مهم ملی فرا می خواند. آقای احمدزی میگوید آماده است برای انجام این مناظره به 34 ولایت کشور برود. از سوی هم جنرال عبدالرشید دوستم میگوید به دلیل جلوگیری از تجزیه افغانستان با دکتر عبدالله عبدالله در انتخابات یکجان نشده است. کمتر از یک ماه دیگر با آغاز رسمی پیکارهای انتخاباتی در کشور باقی مانده است، اما در اینجا ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی کارگاهی را به هدف پیشبرد و درست پیکارهای انتخاباتی راه‌اندازی کرده است. جنرال دوستم معاون اول اشرف غنی احمدزی دلیل یک جان شدنش با دکتر عبدالله عبدالله را جلوگیری از تجزیه افغانستان عنوان میکند. ما نباشه میپاییدیم ما دکتر عبدالله بودیم. چه میشید باز؟ ما افغانستان از تجزیه، افغانستان از سمت بودن، قومی بودن. در اینجا موضوع تنها به سخنان جنرال دوستم خلاصه نمی شود. اشرف غنی احمدزی نیز به نامزدان ریاست جمهوری فراخوان مناظره می دهد و تاکید دارد که حاضر است در 34 ولایت کشور با نامزدان ریاست جمهوری مناظره کند. از پامیر تا دشتای هلمند، از اندار تا کند، از فاریاب و جوزجان و سرپل، هر جای انتخاب کند و سر چشم ما ماضر به بس هستیم. و اگر دفتر ندارن ما برشان دفتر خلاص میکنیم. اگر اسب ندارن جنرال سبس میکشن. اگر مناظره را قبول ندارن بیان دبوسکشی رقابت کنند. سخنگویان دکتر عبدالله عبدالله نخواستند درباره اظهارات آقای دوستم ابراز نظر کنند، اما این گفته ها در حال بیان می شوند که نظرسنجی های انجام شده از سوی نهادهای خارجی نشان می دهند دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در میان نامزدان ریاست جمهوری بیشتر پشتیبانی مردم را دارا می باشند. کمیته رسیدگی به پرونده های زندانیان بگرام کار بررسی قضیه 39 تن را که خطرناکترین زندانیان بگرام دانسته می شوند آغاز کرده است. رئیس این کمیته در گفتگوی ویژه با تلویزیون یک تاکید می ورزد که بیشتر این افراد تحصیل کرده و فهمیده هستند. به گفته آقای دادرس، آنان از نهادهای استخباراتی کشور خواسته بودند تا دو هفته درباره این افراد معلومات ارائه کنند و اکنون این مهلت زمانی بدون رسیدن این معلومات پایان یافته است. در حالی که مقام های امریکایی پافشاری دارند که 88 تن از زندانیان بگرام که کمیته رسیدگی به پرونده های زندانیان بگرام به آزادیشان فیصله کرده است باید همچنان در بند بمانند، رئیس این کمیته از آغاز بررسی هایشان درباره قضیه 39 مرد با عنوان خطرناکترین های بگرام خبر می دهد. یک تعداد جاها را برای ما رسیده تحت عنوان خطرناکترین. ما این دوستی ها را
و به خاطر احتیاط مکتوب دادیم برای تمام ادارات محترم کشفی که اگر در مورد دلایل مادی باشه، آثار و مدارک جرمی باشه، برای فعلیتی از این قضیه یا برای قانونیتی الزامیتی از این مزنونی برای ما در دو هفته روان کنیم که وقت پورا شد. آقای دادرس میگوید که آنان با این افراد دیدارهای هم داشتند. تعداد کثیری از این به اصطلاح خطرناکترین زندانی ها سواد داره. حتی مدیر مکتب بودن، حتی معلم بودن، حتی به این سطح مردمی با فهم و تحصیل کرده. تا اکنون این کمیته 764 پرونده را بررسی کرده است و از این میان در 650 مورد برای زندانیان رای داده است. اونا هر دوسیه که روان کرده در اونجا نوشته هستن که برای آینده یک خطر است. ما فکر کردیم که ایره ما چطور تثبیت بکنم که آیا در آینده ای یک آدمی هستن بسیار صالح برای جامعه افغانستان یا خطر. این برای ما مشکل بود. ما مراجعه کردیم به اوراق. اوراق چیزی که بود اگر الزامیت بود با اداره محترم سانوالی دلایل بود، اگر نبود برایش تصمیم گرفتیم. کاری که آقای دادرس آن را از صلاحیت های اساسی این کمیته می داند. این کمیته مشروعیت صلاحیت خود را از فرمان میگیره، از فرمان مقام ریاست جمهوری و مقام ریاست جمهوری مشروعیت قانونی را از قانون اساسی و ضرورت خود را از تفاهمنامه که بین ایالات متحده نیروهای ایالات متحده امریکا در افغانستان و وزارت دفاع ملی افغانستان امضا شده میگیره. هرچند انوار از برگشت شماره از زندانیان پیشین بگرام و دیگر زندانیان کشور به میدانهای جنگ سخن گفته شده، اما کمیته رسیدگی به پرونده زندانیان بگرام در این باره چی دیدی دارد؟ من بیر از امکان دور نمیدانم که یک تعداد اقدامن شده باشه، ولی از کمیته تا اکنون رها شده با اساس اطلاعاتی که از مراجع محترم کشفی ما داریم تا اکنون یک نفرم به صفوف مخالفین نرفت. در این میان مقامات آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند که 88 تن از همان زندانیانی که این کمیته به آزادی آنان رای داده است در کشتار 107 نظامی خارجی و نیروهای افغانستان دخیل هستند. این زندانیان کسانی هستند که به قتل نظامیان آمریکایی و نیروهای افغانستان متهم هستند و آزادی آنان یک موضوع بسیار نگران کننده و جدی است. با این حال کمیته رسیدگی به پرونده‌های زندانیان بگرام میگوید که افزون بر نظامیان آمریکایی، نیروهای بریتانیایی هم در حدود 100 شهروند افغانستان را بدون کدام مدرک در بازداشت خودشان دارند که کار بررسی قضایای آنان نیز جریان دارد. اهمیت 2014 میلادی همانند سال 1919 میلادی است. در سال 1919 میلادی افغانستان استقلالش را به دست آورد و 2014 میلادی سال مالکیت افغانان بر سرزمینشان است. وزیر امور داخله میگوید حکومت ایمان دارد که افغانستان درگیر نبرد نمی شود و عزم حکومت بران است تا مانع گسترش خشونت ها شود. در این حال نمایندگان مجلس میگویند که افغانستان تا سالهای درازی به حضور نظامیان خارجی نیاز دارد. 2014 میلادی سرنوشت سازترین سال برای افغانستان. سرانجام این سال با همه پیش بینی هایی که درباره آن وجود داشت آغاز شد. سالی که در کنار رویدادهای مهم سیاسی افغانستان بزرگترین رویداد نظامی را نیز بازمایش می‌گیرد. در این سال روند انتقال تکمیل می‌گردد و نقش جنگی واشنگتن و غرب در کشور پایان می‌یابد. لا تر اوسه هم تروریستان په افغانستان کې خپل اهداف د پاره دورانکاری د پاره کار کوي. لا تر اوسه هم په افغانستان کې د همسایه استخباراتي کړۍ نهایت فعال دي او لا تر اوسه هم زموږ فوجي قوتونه د دې ظرفیت نه لري چې د خپلو سرحداتو نه دفاع وکړي. هم در قسمت اکمالات و تجهیزات، هم در قسمت پشتیبانی هایی که در ابعاد مختلف استخباراتی و حمایت های هوایی صورت میگیره، نیروهای نظامی افغانستان متکی به حمایت های متحدین ما هستند. اکنون افغانستان صاحب 352 هزار نظامی شده است. نظامیانی که از صفر آغاز کردند و در 12 سال نبرد با هراس افغانی آب دیده شدند. حکومت بر توانایی های نظامیان بسیار حساب می کند. هرچند چالش کمبود جنگ افزارهای پیشرفته هنوز محسوس است. ډیر زله سړی اوري چې وایي 2014 دی او د خارجیان به وزي او خدای نه خواسته افغانستان به په جنگ واوړي. مونږ او تاسې ټول الحمدلله هم په دې ایمان لرو چې په جنگ نه اوړي،
او همو دا عزم دی چې جنگ ته نه پریدو همو دا عزم دی چې دا ملک به هغه سي چې دا لس کاله کې چلیدلې آینده لس کاله به د دې نه هم ډیر ښه وي ورپسې لس کالونه به دې نه هم ډیر ښه وي. کابل حالا از توانایی هایش می گوید. توانایی های نظامی که اطمینان از تامین امنیت کشور در سال 2014 میلادی و سالهای پس از آن دارد. وابستگی ها به خارجیان اما هنوز محسوس است. به ویژه در تجهیز، آموزش و تنبیل نظامیان کشور. ما در گذشته بخشی از جنگ برده داشتیم و بخشی از تلفات ارائه میکردیم. بخشی از ضایعات ارائه میکردیم. حالا همه جنگ برده دارین، همه تلفات و ضایعات ارائه میکردیم. و هر روز ما تونستیم سعیر پایین تر بیارین. چون نیروی ما به زبان مردم میفهمه، از منطقه شناخت داره، با مردم روابط داره و یک ارزیابی و بررسی از ارزی بهتر نسبت به خارجی ها داره. ای با ای کمک کرده که ما هر روز وضعیت ما به روبه بیبودی باشه. هنوز روشن نیست که 2014 میلادی سال فرصت خواهد بود یا هیولای نابود کننده. فرمانده ارتش بریتانیا گفته است که ممکن پس از 2014 میلادی طالبان آن بخشای از افغانستان را که در سالهای اخیر از دست دادند دوباره تصرف کنند. کابل این گفته ها را رد کرده است. فرمانده نیروهای زمینی ارتش کشور تامین امنیت را وابسته به امضای موافقتنامه امنیتی دانسته است. آقای مراد علی مراد پیش از این هشدار داده است که اگر موافقتنامه امنیتی با آمریکا به زودی امضا نشود، افغانستان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. گزارشی بود از حسیب مودودی. نتیجه بررسی های رویداد سمنگان فردا بر رئیس جمهور کرزی گزارش داده می شود. وزارت امور داخله می گوید که یک عضو این وزارت نیز مشمول هیئتی است که برای بررسی این رویداد به سمنگان فرستاده شدند. سمنگان دیروز گواه راهپیمایی خشونت آمیز بر ضد والی این ولایت بود و این راهپیمایی 3 کشته و 9 زخمی بر جا گذاشت. شهر ایبک دیروزش با راهپیمایی های خشونت آمیز گذشت. نزدیک به یک هفته می گذرد که این ولایت گواه راهپیمایی ها بر ضد خیرالله انوش ولی سمنگان بوده است. باشندگان این ولایت از کارکردش انتقاد می کنند. بر ضدش راهپیمایی با ما ارگان های محل از کارکرد ولی این ولایت خرسند است. نمی داند اعتراض باشندگان بر ضد او چه انگیزه ای دارد و باید تا پایان بررسی های هیئتی که از سوی رئیس جمهور کرزی به این ولایت فرستاده شدند انتظار بود. سمنگان کی سمک یو مشترک حیات د حکومت دی او یو د سیمه زورګان د مستقله ادارې لوړ پوره حیات د چنن حل تلړ نو زمکی لدا ده زمکه انتظار ده چې ژر په سمنګان ولایت کې وضعیت ارزیابی کو او هر وخت مو چې هلته وضعیت ارزیابی کړ د خلکو سره خبرې وکړي نتیجې به رسانیو سره شریکی کو. کاش که به خاطر زی باشه که در اوجا بناهای بیشتر اعمار شوه و انکشافات بیشتر در اوجا صورت بگیره که واجه های مقدس است و همه طرفدار ازی است. اما متاسفانه با استفاده از کلمات ای یک جنجال های شخصی و سلیقوی برخورد های قومی و حزبی است که این مسائل را دامن میزنن و کوشش میکنن که از این مسائل در نزدیکی های انتخابات از او بهره برداری بجوین. اکنون وزارت امور داخله از برقراری اوضاع در این ولایت اطمینان میدهد و از آغاز بررسی های پلیس در این باره سخن میزند. امروز وضعیت کاملا خوب است، هیچ گونه موضعی در سمنگان نیست. راهپیمایی های خشونت آمیز یک روز پیش باشندگان سمنگان در شهر ایبک بر ضد خیرالله انوش ولی این ولایت 3 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. رویدادی که به روز آن به انگیزه های سیاسی در این ولایت پیوند داده می شود. دیده شود که کاخ ریاست جمهوری در این باره چه تصمیمی خواهد گرفت. جاده برای وصل دوراهی دوم قندهار تا فرودگاه این ولایت ساخته می شود. وزارت فایده عامه قرارداد ساخت این جاده را امروز با یک شرکت جاده سازی در کابل امضا کرد. این جاده 40 میلیون دلار هزینه برداشته و قرار است کاران تا 2 سال دیگر تکمیل شود. راه اندازی و تکمیل برنامه های اقتصادی در ولایت های ناامن چون کندهار از دردسرهای بزرگ سکتور خصوصی برشمرده می شوند. با وجود این همه شرکت ساختمانی بارک باختر قرارداد ساخت جاده دوراهی دوم ولایت کندهار را امروز با وزارت فواید عامه امضا کرد. وزارت فواید عامه از سپرده شدن این قرارداد به دست دوم و سوم سخت هشدار می دهد. خواهش ما از قراردادی است که با وسایط خود با ظرفیت خود این سرک سر می گیرد و اگر کوچکترین یک چیز پیدا بشه که قرارداد کارات اساسی را به دست دوم تر ما معمول از تصمیم خود گرفتیم که هم فصل قرارداد باید نامطلب بسازیم و جریمه قرارداد دومی هم باید بالای اینا خاطر بکنیم.
مسئولان شرکت ساختمانی اما اطمینان کامل می دهند که جاده را با امکانات دست داشته خودشان به گونه بهتر خواهند ساخت. وقتی که مکتوب شروع کار را بر ما دادن شاید در حدود 15 الی 1 ماه بر ما وقت بتن تا ما بتانیم که کمپای خود اونجا جور بکنیم و بعد از او به زودترین فرصت ما این پروژه را افتتاح میکنیم و کارش شروع میکنیم. مدت پروژه 2 سال هست. از سوی هم برخی از نمایندگان مردم قندهار در مجلس نمایندگان از دخالت رهبری این ولایت در کار پروژه های زیربنایی انتقاد میکنند. په ډیرو وړو پروژو کې چې هغه د ښاروالۍ په بخش کې دي د کندهار یا بودیجه په کندهار کې یې هلته موجود وي په هغې کې به داسې پېښ شوي چې بعضې شناخته خلک دوستانو خلکو پروژې تطبیق کړي. با آغاز کار این پروژه بسیاری از باشندگان شهر قندهار فرصت کاری خواهند یافت و باعث خواهد شد مقداری از نگرانی هایشان برای سال 2014 کاسته شوند. به عنوان پلیس برای فراگیری آموزش های نظامی به ترکیه فرستاده می شوند. در این حال ترکیه یک بار دیگر اعلام کرده است که برای آموزش و تقویت پلیس افغانستان در سال 2014 بیشتر کمک خواهد کرد. از سوی هم وزیر داخله کارکرد نیروهای خارجی در بیش از یک دهه پسین در کشور را می ستاید، اما می گوید پلیس اکنون توانایی آن را دارد تا در برابر تهدیدات استادگی کند. سالی که پیش از این هیولای بیش برای مردمان افغانستان پنداشته نمی شد. و اما آغاز آن با امیدواری ها. در روز نخست آن پس از 6 ماه 500 نیروی نظامی کشور از ترکیه برمی گردند. این نیروها آماده شدند تا در برابر هراس افغانان به پیکار بپردازند. وزارت امور داخله باور دارد که این نیروها توانایی کامل تامین امنیت کل کشور را دارند. در اینجا وزیر امور داخله کارنامه نیروهای خارجی را در 12 سال نبرد افغانستان می ستاید و اما اکنون باور دارد که نیروهای امنیتی کشور به تنهایی در برابر تمامی چالش های استادگی می توانند. او دیدگاه خوشبینانه به آینده کشور دارد. داسی الفاظ نلرو چی چنگ دا دوی نمانه نو کو خو خپل زن سرم دا تعهد کو چی دا ملک خوز منگ دی آغاسی چی په سلگونو و په زرگونو کالو زمنگ استاسی اجداد و نیکون و آقوی ساتله و پا میران ساتله و پا افتخار ساتله و منگ دا آقوی نه چه کمی چی نیشو ساتله اتا مشکلم چی در رو دا آخو رفا شوه ده چه آقوی مشکل رفا و دفا یو نمونه وست داده دا منگو تاسی مخ که زوانان چه الحمدلله هم متعهد دی هم تعلیم یافته دی. ترکیه در این سالها بیشتر به آموزش نظامیان افغانستان پرداخته است. اکنون هم آماده است تا شماری از بانوان پلیس را که به این کشور فرستاده می شوند آموزش دهد. این نیروها از سوی آموزگاران حرفه‌ای با معیارهای جهانی آموزش داده شدند و قرار است 150 بانوی افغانستان برای فراگیری آموزش های نظامی فردا وارد کشورمان شوند. اکنون که نیروهای خارجی آماده می شوند تا افغانستان را ترک کنند، نیروهای امنیتی کشور مکلفند تمامی بخش های پرچالش کشور را تامین امنیت کنند. اما نبود جنگ‌افزارهای سنگین برای تامین امنیت کل کشور از نگرانی هایی است که همواره مطرح شده است. اعضای کمیته حالت اضطرار میگویند آنها آمادگی کامل برای زمستان پیشرو دارند و به مشکلات ناشی از رویدادهای طبیعی رسیدگی به موقع خواهند کرد. اما نمایندگان از این کمیته انتقاد دارند و آنها را متهم به کمکاری و فساد میکنند. مجلس نمایندگان اعضای کمیته حالت اضطرار را به مجلس فراخوانده بود تا بدانند مشکلات زمستان پیشرو چیست. اینجا در کابل زندگی بسیاری مردم این گونه است. زندگی کسانی که اکثرا در قدرتند و گردانندگان سیاست و دولت. زندگی شاهانه در خانه های گرم و رفت آمد با موترهای آخرین مدل سال. اما صدها کیلومتر آن طرفتر در ولایت هرات بیشتر از 1000 خانواده زندگیشان خیلی متفاوت ترند. آنها در دمای 7 درجه زیر صفر تنها این خیمه های تفریحی را دارند که مردم هرات به آنها دادند و با آن شب و روزشان را به پایان می رسانند. نمایندگان انتقاد می کنند، اما مسئولان کمیته حالت اضطرار می گویند برای رسیدگی به موقع به مشکلات رویدادهای طبیعی آمادگی کامل دارند. چرا وقتی که مهاجر پیدا میشه آنن به اینا خیمه داده نمیشه که حداقل اولین چیز و ابتدایی ترین چیز یک خیمه هست
که یک سرپناه از باران یا از باد اینا را محافظت کنه. تدارک و ذخیره مواد غیر غذایی شامله 5796 باب خیمه است، 22275 تخت ترپال است، 7369 سید آشپزخانه است، 465019 تخت کمپل در ذخایر ولایتی فعلا عملا در دسترس قرار داره، در صورتی که ضرورت شود میتونه توزیع شود. این افراد بیجا شدگان ولایت بادغیس و غور هستند که به دلیل خشکسالی و ناامنی به اینجا آمدند. حتی زنان در زیر همین خیمه ها کودکانشان را به دنیا می آورند، مثل این یکی. در بین دو تا قبر تولد شده در این حالت. اما در اینجا اعضای کمیته حالت اصرار از آمادگی هایشان در زمستان پیشرو خبر می دهند و از اقداماتی که کردند گپ می زنند، چیزی که برای نمایندگان قابل قبول نیست. این اگر مواد حالت اصرار بود که برای همین زمستان باید نگاه می کردند که به این حالت برای مردم داده می شد، این به برج اسد و سنبله مواد توزیع شد، این چطور به حالت اصرار است جناب وزیر صاحب محترم؟ کمیته اصرار مردم غور به عنوان یک انسان و عزت دارند، حرمت دارند، لااقل مسلمانن، لااقل انسانن. چرا غرور مردم غور شما میشکنانین؟ چرا مردم هرات به مردم غور کمک کنه، از خانه خود کمک کنه؟ مشکل این بیجا شدگان در شهر هرات تنها نمونه کوچک از مشکلات در افغانستان است. ولایات مرکزی، شمالی و شمال شرقی وضعیت به مراتب بدتر دارند. تازه هنوز در ابتدای زمستان هم هستیم. همه ساله در جریان سردی زمستان و آبخیزی بهار مردم قربانی میدهند، قربانی های بسیار سخت و دردآور. انتقادها هم از کمیته حالت اصرار کم نیست، اما حرف این کمیته هم همواره همین است که کوتاهی نکردیم و نمی کنیم. فرمانده قلوردوی 209 شاهین در شمال کشور با اطمینان دادن از آمادگی ها برای تامین امنیت انتخابات می گوید تدابیر برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 9 ولایت شمالی روی دست گرفته شده است. جنرال زلمه ویسا در نشستی که به منظور شناسایی چالش‌های امنیتی فرارای انتخابات با اشتراک مسئولان این ولایت‌ها در قرارگاه این قلوردو راه اندازی شده بود، افزود در 114 ولسوالی ولایت‌های شمال و شمال شرق کشور امنیت تأمین است و مواد انتخاباتی نیز به برخی از بخش‌هایان رسیده است. نو ولایت که ما مسئولیت امنیتیش داریم، اطمینان می‌دهیم که ما قوت کافی داریم. در هر جایی که انتخابات باشه امونجا قوت ما امنیت بگیره تا مردم ما بتانه با کاندید طبق دلخواه خود رای بده. 510 خانواده برگشت کننده و بیجا شده در ولایت فراه از کمک های مواد غذایی مستفید شدند. عمر شیرزاد والی فراه میگوید تلاش های بیشتر خواهد کرد که برای این خانواده ها کمک های زیادی صورت گیرد. این کمک شامل روغن، برنج و سایر ضروریات دیگر می باشد. تاسیب اینه که مر نن دا 500 لسو پامیلو دا پاره دا بیزایسو خلقو دا پاره دا بعضی موسیساتو دا طرف سخه چی کمک سویدی چی پاگه که جمعنی موادی دا جمعی او سر خوراکی موادی دا دوی سر کمک سویدی. یک محموله بزرگ مواد مخدر در ولایت نیمروز کشف و ضبط شد. فرمانده پلیس این ولایت میگوید مواد یاد شده است 130 کیلوگرم تریاک می باشد که از مربوطات کمپ هندی در چند کیلومتری شهر نیمروز به دست آمده است. مقدار 131 کیلوگرم مواد مخدر تحت نام تریاک با پل ابریشم در یک موتر جاسازی شده ماهرانه دستگیر شد و مضمونش به قانون و چنگ قانون سپرده شد. و در خارج از کشور، شماری از کشورهای جهان آغاز سال 2014 میلادی را جشن گرفتند. همزمان با این بسیار از کشورها با تغییر سیاست‌های خود از سال نو میلادی استقبال کردند. از سوی هم بسیار از شهروندان کشورها به این باورند که سال 2014 میلادی خالی از تحول‌های مهم نخواهد بود. شماری از کشورهای جهان آغاز سال 2014 میلادی را با برپا کردن جشن‌های پرشکوه بزرگداشت کردند. استرالیا پیشتاز برگزاری جشن این سال میلادی بود. از سال 2014 میلادی در ژاپن و چین با نواختن زنگ‌ها استقبال شد. برج خلیفه دبی این سال میلادی را با افروختن آتش استقبال کرد.
شماری از کشورها با تغییر سال میلادی سیاستهای خود را نیز تغییر دادند. در این میان کیم جونگ هون رهبر کره شمالی در نخستین پیام سال 2014 خواستار تامین روابط بهتر با کره جنوبی شده است. اکنون زمان آن رسیده است که به تنش‌ها پایان داده شود. مقام‌های کره جنوبی بعد از موقف‌های خود در برابر کره شمالی کنار روند و با آواز مردم خویش گوش دهند. آنها باید در راستای تامین روابط نیک در شبه جزیره کره قدم بردارند. اما پیونگ یانگ همچنان بر ادامه آلت آماده باش در برابر سئول تاکید می‌کند. از سوی هم رئیس جمهور اوکراین از مردم کشورش خواسته است تا به راهپیمایی هایشان پایان داده و برای تامین صلح با دولتشان همکاری کنند. من به این باور هستم که ما دارای تجربه، محبت و احترام متقابل هستیم. ما می توانیم تمامی تنش‌های گذشته را فراموش کرده و گفتگوها را برای رسیدن به نتیجه آغاز کنیم. در نخستین شب سال می خواهم برایتان بگویم که ما همه یک خانواده هستیم. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر ادامه مبارزه کشورش برای نابودسازی هراس افغانی تاکید کرد. ما برای قربانیان املاهای راسفکنانه تعظیم میکنیم. مطمئنم که با جدیت و با پشتکار میتوانیم راسفکنی را نابود کنیم. شماری از کشورها سال نو میلادی را در نقاط گوناگون جهان با رزوی مشترک آغاز کردند. اما بسیاری از مردم در سراسر جهان به این باورند که این سال نیز تحولهای متفاوتی در پی خواهد داشت. مقام های دادگاه ویژه پرویز مشرف به وی حکم کردند که فردا به دادگاه حاضر شود، در حالی که پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان از حاضر شدن در دادگاه ویژه‌ای که قرار است فردا برگزار شود خودداری کرده و تاکید میکند که به خاطر چالش های امنیتی وی نمیتواند به این دادگاه حاضر شود. در این حال مقام های دادگاه ویژه مشرف هشدار دادند در صورتی که وی در این دادگاه حاضر نشود، این دادگاه در نبود وی فیصله خواهد کرد. در حالی که وکیل مدافع پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان میگوید که مشرف و دلیل چالش‌های امنیتی فردا به دادگاه حاضر نخواهد شد، اما پرویز مشرف تاکید میکند که تمام پرونده ها بر ضد او یک دسیسه سیاسی است. پرویز مشرف که در یک گفتگوی ویژه با یک تلویزیون پاکستان سخن میزد، از دادگاه پاکستان خواسته است که باید از انگیزه های سیاسی خودداری کرده و به پرونده وی رسیدگی کند. من به پاکستان برگشتم و نمیخواهم مانند یک فراری در دیگر کشورها به سر ببرم. میخواهم به پرونده های من رسیدگی صورت گیرد، اما این پرونده ها همه انگیزه سیاسی دارند و ساختگی هستند. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان در حال تاکید میکند که در دادگاه ویژه فردا حاضر نخواهد شد که چند هفته پیش وی نیز در این دادگاه به دلیل چالش های امنیتی حاضر نشد و دادگاه وی تا 2 جنوری به تاخیر افتید. در این حال مقام های امنیتی پاکستان میگوید که پیش از این که وی از خانه به سوی دادگاه حرکت کند، مقدار زیاد مواد انفجاری را از مسیر راه او کشف کردند. و در آخرین لحظات 30 دقیقه خبر، چند تصویر دیدنی از تجلیل سال 2014 در جهان. با همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت. از همراهیتان سپاسگزارم. شب خوشی داشته باشید.